سلام یاد خداوند، سلام شاگردای عزیز. دومین جلسه مضمون دری صنف پنجم است. امیدوار هستم خوب و صحتمند باشه. شاگردای عزیز، قبل از اینکه بپردازیم به درس جدید ما، درس کتاب، یک مرور از درس‌های گذشته می داشته باشیم. درس‌های گذشته ما کی میگه که ما در اولین جلسه درسی ما کدام موضوعات خوانده بودیم؟ بله شاگردای عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، ما در درس‌های گذشته یا در اولین جلسه درسی ما تعریف حرف، کلمه و جمله را خوانده بودیم. و یکی از شما بگوین که حرف چیست؟ بله بسیار خوب. قسمی که کی؟ گیتی جان میگن که حرف ها نشانه های یا علامه هایی هستن که از آنها کلمه ساخته می شود. و قسمی که عبدالله میگن که یک مثال، بله کدام؟ تخته. بسیار خوب. و همچنان کلمه چیست؟ کوچکترین واحد با معنای زبان کلمه است. بسیار خوب. مثال قلم، تخته، تخته پاک و غیره. پس بگوین که جمله چیست؟ جمله چیست؟ تعداد از واژگانی که یا تعداد از کلمه هایی که فقط یک فعل داشته باشد. تعریف بعدیش، جمله دارای فعل فاعل است و از چی دارای فعل فاعل است و یک موضوع را در یک زمان معین بیان می کند. بسیار خوب. مانند چی؟ مانند من دیشب کارهای خانگی مضمون دری را به درستی انجام دادم. بسیار خوب، آفرین. درس جدید ما، صفحه کتابتان را باز بکنین، صفحه اول کتاب، ستایش خداوند. قبل از اینکه بپردازیم به درس جدید، در پایان دومین جلسه ما شما شاگردان عزیز توانایی کدام چیزها را باید داشته باشه؟ خواندن درست شعر یا نظم، نوشتن درست و همچنان بیان نمودن درست، یعنی درست خوانده بتانید، کلمه را درست ادا بکنین، شعر یا نظم به شکل نظم بخوانین، کلمات درست بنویسین و همچنان درست بیان کرده بتانید. فعلا صفحه اول کتابتان را باز بکنین، یک تصویر را میبینین و این تصویر، تصویر چی هست؟ تصویر مکه معظمه یا خانه خداوند. آفرین، شاباس. و کی برای من بگه چرا ما تمام کارهای خدا به نام یاد خداوند شروع میکنیم؟ چرا؟ آفرین، بسیار خوب. قسمی که شما میدانین، ما به خاطر تمام کارهای خدا به نام یاد خداوند شروع میکنیم که کارهای ما با برکت، خوب و با کامیابی به انجام برسه. اولین درس ما هم به نام یاد خدا آغاز میشه. ستایش خداوند است که شما متوجه باشین که فقط درست دقت بکنین که درستی درس بخونین و مشکلات خواندن ما حل شود. ستایش خداوند. نام حق بر زبان همی رانیم، نام حق بر زبان همی رانیم که به جان و دلش همی خوانیم. نام حق بر زبان همی رانیم که به جان و دلش همی خوانیم. مالک و ثانی و قدیم و حکیم، خالق و رازق و رؤوف و رحیم. هرچه هست از بلندی و پستی، هم از او یافت صورت هستی. هرچه هست از بلندی و پستی، هم از او یافت صورت هستی. داد ما را کتاب تا خوانیم، کرد ما را خطاب تا دانیم. هرچه او گفت آن کنیم همه، هرچه او گفت آن کنیم همه. طاعت او و جان کنیم همه، آنچه او گفت غیر از آن کردن نیست سود و جز زیان کردن. روز شب طالب و قبول ویم، روز شب طالب قبول ویم. پیرو امت رسول ویم، پیرو امت رسول ویم. در پایان مصرع آخر این شعر، شاگردای عزیز، نام شاعری که این شعر سروده ذکر شده چی هست؟ نظامی گنجوی. بله شاگردای عزیز، میریم به سپردن کارهای خانگی، که کارهای خانگی تان چی هست؟ شما چی کارها بکنین که درس امروز ما را به درستی روان و درست خوانده بتانین، نوشته بتانین و بیان کرده بتانین؟
5 مرتبه درس بخونید. داریاتون پیشتون چیزی که من میگم بنویسه. 5 مرتبه درس هم میخونید. 2 مرتبه آهسته یا مطالعه خاموشانه، 3 مرتبه با صدای بلند. و همچنان 3 مرتبه درس شما مینویسین. کدام درس؟ درس صفحه اول شعری که ما خواندیم، حمد شریف یا ستایش خداوند جلال جلاله. شما 3 مرتبه درس هم مینویسین و لغاتش که هست در صفحه چندم، در صفحه سوم کتاب. لغاتش در صفحه سوم کتاب است. لغات شما می نویسید و همچنان حفظ می کنید. تا جلسه بعدی شاگردای عزیز که باز هم ما و شما یک جا با هم درس می خوانیم، شما را به خداوند یکتا می سپارم. در خانه می مانیم اما درس می خوانیم. خداحافظ.